یا تو بیشتر ما این پدر پسر را با خود در استدیو داریم. جناب سلام به شما. میشه در رابطه با پسر حالا دعوت دیگه اسم بیاری، ولی خب این همه میدونن دیگه. آره کار کردیم قبل از اون اتفاق کرد که بخیر خوشی به این ماه پربرکت خوب به ملت بفروشه. ای شما مواد قضیه واقعا حرکت و زن. نه آره همون درستش، ما هم مثلا توی ایران هم میگم بندازی به مشتری. سلام علیکم، سلام به قندولک های مرغولک چنل پریفا. پریسا هستم، خوش اومدین به این ویدیو. خیلی خوش گلدی نیست به یه ویدیو دیگه. سینا هستم، قرار بریم با هم یه ویدیو بسیار زیبا جذاب خفن ببینیم. از برا بچه خند و بریم خند و قنده با لحجه شیرین هراتی. خند بریم خند و قند جالب رو ببینیم و که لینک اصلیش و شبکه طلوع افغانستان توی دسکریپشن هست. حریفان ملودی کنید. بعد از دیدن این ویدیو حتما اگر اهل شنیدن موزیک هستید میتونید به چنل دیگرمون حریفان ملودی هم سر بزنید و پیشنهادات موزیکیتون رو آفره اونجا اعلام بفرمایید. حاضریم بریم این ویدیو جذاب و با هم ریاکت. آفرین سعدی، آفرین هزار ده خوب. هوام داره کم کم گرم میشه و دیگه داریم قلپخ میزنیم. قلپخ میزنیم چیه بچه ها؟ یعنی خیلی اینجور بزنید بریم. لینگ خوشم میخواره. درس نخون مگب نکنی. بیا السلام علیکم. چه در بخیر صاحب مامدی. قربان شما لالا، سلامت باشین. تیار خوشحالین. شکر چی گپای چی خبرها؟ خیریتی خدا شکر، طرف شما خیریتی انشالله. آه شکر، کجایی تا کم پیدا؟ همینجاییم لولا، زیر سایه شما نیم. ببخشین که مزایم شما شدیم. قربانت، نه خواهش میکنم، مرایمی. چی خبرهای؟ خبر خلاصی؟ الحمدلله، خبر خاصی نیه، فقط این بچه که خورا بردم که بهم پیش شما شاگرد کنم. اگر شما قبول کنید. شاگردم میخواد. پیش ما شاگرد کنی؟ بله، گفتم یک کسب و کار یاد بگیره. هیچ پوخی به زندگی نداشته. عمر خورد درس خونده. آخر بازی گفتم اینقدر درس خواندن چی فایده داره بچه جان؟ گفتم بیا که تو رو ببرم یک جای شاگرد کنم که حداقل سوار روز بوتن یک لقمه نون بخو پیدا کنی. میبخشی خلیفه، خوبی بچه خور بیاوردی به پیش مکم. مثلا هم چی شغل یاد بگیره؟ شغل قروتکی دیگه جبار خان. مگه شما غیر از شغل قروتکی دیگه شغلی هم داری؟ نه خلاص دیگه، گفتم بیارم به پیش شما که کم شغل قروتکی یاد بگیره که سوار روز بخو کسی بشه، سریو به بین سرا بالا باشه. خوب کردی. آ دیگه جبار خان، از درس خواندن چه قرودکی؟ یعنی کشکی؟ آره دیگه، یعنی کشککی. آره شغل کشککی، شغل علکی. آره فکر میکنم البته. چی فایده؟ حداقل گفتم باشه که کم قرودکی یاد بگیره که سبا روز مثل شما دست یا به دهن یا برسه. شما بزرگواری کن که یک چهار تا فوتوفن به این بچه یاد بده که زندگی خور بسازه. یک کیسه بوری، یک خفتگیری، یک چاقوکشی، چیزی که سبا روز حداقل بتونه یک لقمه نون پیدا کنه. باشه دل جان. خلاص دیگه جواب کن. پس من بچه‌رو به دست شما تسلیم میکنم. گوشتای از شما، استخوانای از من. از این آدم درس خونه به درد نخور یک مرد زندگی بسازم. دل جان خلیفه. خاطر جان. خب دیگه بچه. از این لحظه تو به دست جبار خان تسلیمی. تا یک قروتک پخته نشدی پا خور به خونه نمیگذاری. بفهمیدی؟ باشه چشم. هر چی خلیفه تو میگه به گپیو میکنی. تا تو هم مثل جبار خان یک آینده درخشان در این کشور باشی. در این کشور یک آینده درخشان. دل جان من ای با چرتی آرد. خب دیگه به اجازه شما من میرم، شما خلیفه و شاگرد در تنها میگذارم. برو بخیر بره. با اجازه. بخیر بخیر. آموزش ها خوبه. اینجوری جیب خودتا بزنه. خب بچه جان آماده ای که با آینده یک چیزی بشی؟ بله. خب بیا بشی. تا لک تو چاقو کشی بکردی؟ نه خلیفه. کیسه بری چی؟ نه خلیفه. دوزی مسلحانه نکردی تاله؟ نه خلیفه جان، من تاله تو سلور از نزدیک هم ندیدم. پس تو تاله به این قد دوبار رسیدی، چه کار کردی تاله؟ ایچ، درس خوندم. من فقط درس خوندم. کمال کردی، توف کن. بله؟ درس مرسی که خوندی گفتم توف کن. توف کنم؟ چی رقم درس که خوندم توف کنم؟ عمر خور بابات دادی تو بچه جان. تو به این سن و سال رسیدی، نه اختطاف کردی، نه چاقو کشی کردی، نه کیسه بوری کردی، نه خفگیری کردی، هیچی به هیچی. پس تو چی به درد میخوری دیگه؟ ببخشین خلیفه جان، ما اگر مثل تو بیاق میبودم، اگر میرفتم درس میخوندم، حالا کی به این مقام و منصب میرسیدم؟ راست میگین، اشتباه کردم. بیخی اشتباه که چی؟ بیخی غلط کردی. بله درسته. خب از کجا شروع کنیم؟ از اونجا. شما خلیفه ایم. کیسه بوری. از کیسه بوری شروع میکنم درسته؟ صحیح.
ولی بچه ها خدایی میگم ها. اگر یک سوالی رو هم بلد نباشم گزینا که میاد شانسم خوبه تو انتخاب. سگو تو همیتا میری دست خوبم کسی نفر میکنی پول و موبایل رو ور میداری خلاص به همی آسونی بلک به ای آسونی هم نخواهد باشه به همی آسونی هم اینقدر آسونی خب اگر نفر بفهمید که من دست خور به کسی رو کردم چی؟ آها اگر حالا جاو کشی اشتباه شد مستم دست خور به کسی خود خود کنم نه واقعا بدون مزاق میگم کار نداره اگر فهمید دست خور به کسی دیگه خو میکنی چاقو خور بیری میکنی میگذاری بم کل من نفر ولی من میترسم جرات ندارم چاقو به دست خور بگیرم پس توفنگ چه خور بیری کن خلیفه جان من میگم از چاقو میترسم به دست خور بگیرم تو میگی توفنگ چه خور بیری کن همین کاس پس نگذار مرتکب بفهم که دست خوب کسی رو کردی شو نویسیم شو تو همینه تا شون مگر صد تا کیسه بزنی تکلیف خانه منزل او دکه مشکل خودتون برو بچی برو ببینم چه کار میکنی خوب تمرین کنه درس برای چی میخونی ولی واقعا تلخه و نباید اینجوری باشه شغل نباشه دیگه درس بودی چه دردی میخونی دوستشم دارم انجام با سلام طبق روال همیشه ما باز هم زحمات بی پایان کشیدیم تا این سرویس خبری را برای شما تهیه کنیم نوجوانی اگر به سرویس خبری ما توجه نفرمایید نخست سنخ اخبار کشف و ضبط یک نابغه دیگر و رونق یک کاسبی تقریبا جدید و حال مشروی اخبار نام خدا باز هم در این خاک نابغه پرور باز هم یک نابغه دیگر سر برافراشته است به قول پدر این نابغه خیلی خیلی نابغه است برای جزئیات بیشتر ما این پدر پسر را با خود در استودیو داریم جناب سلام به شما میشه در رابطه با پسر حالا دعوت دیگه اسم بیاری ولی خب همه میدونن دیگه آره واقعا حیف شد که مثلا حالا ریاکشنش هم تو چنل پریفان داشتیم و روز اول خوب بود یعنی آدم فکر میکرد واقعا یه چیزایی هست تو ذهنم این بود که داشت حرف میزد منم احساس میکنم ممکنه یه هو شکوفا بشه میدونی یه هو یه معادله ریاضی عجیب حل کنه نه نمیشه؟ بله خدا الان ویدیوهای جدیدشون رو که دارم میبینم اصلا آخه حرفم نمیتونه بیچاره بزنه خب پدرش ولی همچنان اصرار داره دیگه شاید آموزش ببینن مثلا بچه های این مدلی مدرسه جدا دارن چیزای تخصصی دارن ولی بنده خدا نمیتونه خود توضیح بدن خیلی شبیه این بچه مکه هست به میسن کم یک نابغه یک نابغه که نه خیلی نابغه خب چی کارهایی کرده که نابغه ای؟ این بچه ما کس به میسن کم 29 سالگی میتونه به تنهایی به تشناب بره واو آفرین بله به همیسن کم میتونه که قاشق به دست بگیره و به تنهایی غذا بخوره یعنی هنوز 29 سال خود تکمیل نکرده ولی این از بس که نابغه و نبوغ از این بالایه میتونه به تنهایی قاشق به دست خوب بگیره و غذا بخوره بیشک در کنار از اینکه این میتونه قاشق به دست خود بگیره و غذا بخوره میتونه که چنگال یا همون قاشق پنجر به دست دیگه خود بگیره در همین سن خود 29 سالگی اصلا مگه میشه واو این بچه ما کسی یک از نبوغ‌های دیگه از این واضح صحبت کردن بچه ما میتونه که کلمات مثل پدرجان، مادرجان، دردجان، لالجان خیلی واضح و واضح بشه عجب بله اگر باور نمیکنه که از خودی پرسن کنم بچه ما کو بگو پدرجان نه از بس که نبوغ بچه ما زیاده فعلا خجالت میکشه که بگه خب چقدر نبوغ از اینا زیاده ما برفته بودیم پیش یک شکستبند برای ما گفته که بچه شما 850 برابر انسانهای معمولی آیکیو بیشتر 850 برابر بله برادر دقیقا آلبرت انیشتین یا تو اقیانوس زندگی میکنه اون چیزی که هست یا در فضا 180 برابر انشتین بچه ما IQ داره انشتین پیش بچه ما شاگرد چاینکی پز هم حساب نمیشه پس اینا یکی از افتخاراتمون هم خیلی افتخارم برور خیلی افتخار خب دیگه چی اختراعاتی کردن؟ چی چیزایی کشف کردن؟ والا پیش همون شکسته بنده که ما رفتیم گفتم اینا هنوز خوردن 15-20 سال بعد نبوغ از اینا باز میشه و فعلا نبوغ از اینا خواب استراحت میکنه ولی 15-20 سال بعد نبوغ از اینا یه مسئله دیگه دقیقاً الان میخواستم همینو بگم همینه میشه رشد داد یه سری نبوغ رو یعنی اکتسابی هن یعنی نمیخواد نابغه مادرزاد باشی میتونی هم باشی استعداد جذب و کسبت زیاد بشه دو تا کوچولو دیدیم شعرخوانی میکردن توی ویدیوهای تیک تاک تو 3-4 تا تیک تاک خب خیلی دلنشین بودن و این یه نوع نبوغه خب ببین پدر و مادر از کودکی اون بچه داره میبینه که مثلا آقا این حفظیاتش خوبه
یا مثلا تو خودت بچه بودی تعریف میکنی میگی من دوست داشتم پلاک ماشینا رو حفظ کنم، شماره تلفن رو تابلوهای مدرسه، یا مثلا اسماشون و شماره هاشون رو حفظ میکردم. مثلا همین الانش هم که حالا بزرگتر شد رو اون حساب اون اتفاق، حالت جغرافیای شهر رو مثلا خیلی تو ذهنت میتونی خب دیگه تمرین بوده و علاقه. آفرین. خب یعنی میمونه و مثلا پدر و مادر از بچگی متوجه میشن که تو چه چیزی. فهمیدی من نابغه ام؟ الان بگو یه کلمه بگم. چی؟ یه کلمه. چی بگم؟ مثلا بگم پری. بگو پری. خب ببینید اول ویدیو نه نه تمسخر کار بسیار زشته، شخصیت این... گناه داره نه. خدا میزنه این داره کلر. میگه که الکی یه کارایی نکنیم که تو جامعه بپیچه، بعد به قول معروف خیلی ها میومدن کامنت میکنم میگفتن آقا نکنید دنیا زشت میشه برای مثلا افغانستان، برای ایران این نبوغ نیست، این نابغه‌گری نیست. میگه حالا به هر حال پدر اینجوری فکر میکنه ولی میشه پرورش داد. دیدی چیکار کرد؟ چوبیرو میشه. پس ما باید 15 سال دیگه صبر کنیم. 15 شاید هم 20 سال بعد، ولی 20 سال بعد حتما ما یک نابغه داریم که خودمون میگیم کیف کنیم. حالا این نابغه ما و شما خود کلمات پدرجان، مادرجان، لالاجان و ددجان تمرین میکنه که تایی که به خیر 15 20 سال بعد نبوغ از این باز بشه و چیز میز اختراع کنه. خیلی تشکر از شما. زنده و حال ادامه اخبار. ظهور یک شغل جدید در کشور زمینه کار را برای خیلی‌ها مهیا ساخته است. برای توضیحات بیشتر در این زمینه ما یک تن از کارشناسان مسائل کاریابی را به صورت زنده با خود داریم. جناب کارشناس سلام به شما. جانم. سلام به شما. میشه در رابطه به این شغل جدید بیشتر برای ما توضیح بدین؟ بله، شغلی که اخیراً خیلی هار به کار انداخته. شغل شریف یوتیوبریه. نام خدا تعداد یوتیوبرها چنان زیاده که ما همه قدر بیننده نداریم که یوتیوبر نشنگ بود کنی به هر بیننده 8 تا یوتیوبر. خب میشه توضیح بدین که این شغل چرا یه قدر محبوب شده؟ چون در واقع هیچ تخصصی لازم نداره، نه سند ماستری ما، نه لیسانس، نه دیپلم، نه حتی سواد. میبینی طرف الف به جگر نداره، مایک و دوربین رو برداشته و خبرنگاری میکنه. یعنی کلن بی سواد؟ بعضی ها کاش که فقط بی سواد باشه. میبینی طرف از خبرنگاری و یوتیوبری فقط مایک و دوربین یارده، دیگه هیچی نداره. خب توصیه شما بیننده باهوشه. منم فکر میکنم واقعا بیننده. همیشه صحبت میکنیم که یعنی پیش خودمون دوستای دیگه و میگیم که بینندگان فرقی نمیکنه، چون خودت هم یه جایگاهی داری که بیننده ای اون برای این دوربینی و به نظر من همه میفهمن، یعنی همه حس میکنن فیک بودن و نفهمیدن و کم سواد بودن و به زور جلو دوربین اومدن و همه اینها رو بیننده متوجه میشه و نمیدونم چه جوریه که میتونه یک یوتیوبر مثلا ویو یه خوب بگیره. اینجوریه دیگه. اینجوری. چیه؟ چه کسایی باید یوتیوبر بشن؟ والا با توجه به شناختی که از مخاطبین این یوتیوبر همه پیدا کردم، کسایی بیشتر میتونن موفق بشن که بیشتر چرت و پرت، هرچی گپه و محتوای کارها چرتر مخاطب بشن. پس توصیه شما به کسایی که دوست دارین یوتیوبر بشن همینه؟ بله، من توصیه میکنم حتما چند تا کورس آموزش چرت و پرت گویی و میخواستم همینه بگم، میخواستم کورسشو بزنیم چی رو چرت و پرت بگم تا در آینده بتونن یک یوتیوبر موفق. عزیزان اگه آماده اید از این به بعد دیگه چنل پریفان که هستیم در دنیا تو فقط چرت و پرت بگیم. پریفان متاسفانه نمیشه، اجازه نمیده، بیننده های ما هم با مطالعه و با سواد هستن. خیلی تشکر از شما جناب کارشناس مسائل کاریابی. همه عشق. دوستان عزیز این بود اخبارم. عالی بود. مرسی. من میگم که یه دونه چیز هستش از اشتخا شد در مورد ماه رمضان گذار شهری، اونو هم ببینیم کنارش. آره. بچه در ماه مبارک رمضان ما رو دعا کرده اید یا همش که نوروز بازی هستید؟ هم نوروز باشد، هم خوشحالی باشد، هم رمضان باشد. بریم و گذار شهری اشتخا شد. با آمدن ماه مبارک رمضان جنب جوش خاصی بین مردم مشاهده میشه. ما هم امروز آمدیم به سطح شهر تا ببینیم که مردم چی آمادگی هایی برای این ماه دارن. با ما باشید. برویم. سلام. سلام. سوال امروز ما اینه که آیا شما آمادگی ماه مبارک رمضان رو گرفتین؟ بله بله، شکر خدا ما 100% آمادگی ماه مبارک رمضان رو گرفتیم. حتی شاید باور شما نشه، ما از یک ماه قبل هی آمادگی ماه روزه میگیره. خب چی آمادگی رو گرفتین؟ همه آمادگی رو گرفتیم. همین تا آمادگی گرفتن که شکر خدا عمالا بیتن بریم و در اینجا سوزن نیه. یک 200 بوجی برنج، یک 200 روغن و 400 بوجی آرد و یک 100 بوجی هم شکر
احتکار کردیم قبل از روزه که به خیر خوشی به این ماه پربرکت خوب به ملت بفروشه. یعنی شما مواد غذایی مقرر نمیشه این حرکت رو زد. نه همون درسته، شما هم مثلا توی ایران هم میگم میگم بندازی به مشتری. حالا این که تا چند نه ولی اینجوری دیگه خیلی احتکار هم که کردین که ما مبارک رمضان به مردم بفروشیم. دیگه برکت ما مبارک رمضان به امینه دیگه. همین پیش پاشم همه بالا میکشیدم. چیر بالا میکشیدین؟ نه ماهی روزه چیر بالا میکشن دیگه. نمیفهم بینی خور؟ بینی چیه؟ نرخور. این نرخور بالا میکشیدم. بینید که هر وقت دیگه هم میتونی بالا بکشی. حالا نرخور همیشه نمیتونی بالا بکشی. مگر از این ماه روزه تا ما روزه دیگه صبر کنی تا این ماه پربرکت فرا برسه و بعد بالا بکشی. ما پیش پاش ماه بالا میکشیدم. یعنی چقدر نرخور بالا کشیدین حالا؟ خیلی که نه، فقط نرخ عمه خدا بیامرز خور بگذیشون برو برنجا و نرخ شو عمه خدا نیامرز خورم بگذیشون برو قیمت روغنا. حالا همه چورت میزدم که نرخ کد خدا بیامرز رو بگذارم برو قیمت آردا. بر خدا خداوند روز شما قبول داشته باشه. الله خیر. لا یالعف. به خدمت باشه. خدمت از ما. خیلی خوب بود فیگوره. مصطفی جان. سلام. و علیکم. شما ماه مبارک رمضان رو چی هم شروع کردین؟ ماه مبارک رمضان؟ حالا روزه شده. نمی خبر نداره. شروع نشده. برادر امی دو هفته چیز این گیمرات. پیش عید روزه بود. باز اشته دوباره ماه روزه شده. چی حاله به کشور؟ دو هفته پیش عید روزه بود. نه برو پارسال بود. 11 ماه پیش. دو هفته پیش نبود. خب بیخی همین دو هفته پیش اگه عید روزه نبود جمعه که بود. اصلا چی معنی میده که هر سال ما روزه میشه؟ چرا مسئولین رسیدگی نمیکنن؟ پس اینا چی به درد میخورن دیگه؟ نمیتونن جلو کریر بگیرن، نمیتونن جلو ما روزه رو بگیرن. خب چی به درد میخورن دیگه؟ استعفا بدن برن برات کار خوب. والا. خیلی اصلا نباید جلو اینو میگرفتی. سلام. سلام. گزارش امروز ما در رابطه با ماه مبارک رمضان، به نظر شما چه روزه میگیریم؟ خب واضحه دیگه، روزه میگیریم که از آل فقرا با خبر شیم. آفرین. شما حالا روزه دارین؟ بله. یعنی حالا شما از آل فقرا با خبر شدین؟ بله با خبر شدم. خیلی زندگی سختی دارن فقرا. یعنی دلم به حال از نو کبابه. بله متاسفانه زندگی خیلی سختی دارن فقرا. تو تصور کن که فقیرای بیچاره سال به 12 ماه هر شب ساعت 2 بجه بیدار میشن. بعد تا ساعت 4 بجه صبح مجبورن بخورن. برنج، کباب، پلو، سرغم خورشت، یک لیتر نوشابه و 3 تا انرژی درینگ میخورن تا آذان صبح. بعد از آذان صبح دیگه بیچاره تا شام هیچ چی نمیخورن. بعد دم آذان شام که میشه با سفره خیلی بدبختا میندازن. دیگه جلبی و فرینی و آش و حلوا و کباب و برنج و قرمه میخورن. بعد از هم 3 فلاکس چای میخورن. بعد از هم دیگه باز یک دانه این دانه 8 کیلویی بهم 4 نفر میزنن برک. یعنی خیلی زندگی سختی دارن. خیلی. تو تصور کن که شکم از این فقیرا بیچاره چقدر باد میکنه. خیلی سخته. مثلا ناراحت شد. خیلی ناراحت. سلام گزارش مرگ، سلام خاک، سلام درد، سلام. گفت گفت. نگفت. نگو، ولی خیلی شبیه بود. سلام گزارشم. مرگ سلام خاک سلام درد سلام. خاک و سلام. بی ادب. نرررررن. بله چیکار میکنی؟ مرگ بله خاک بله. تو نمی‌بینی من دهن به روزی خودم هفتهش میکنی. برو میکنی. لا حول بلا باز گپ زد باز گپ زد. بگیرم همی کامریتر به حلقه تو دیرو کنم. تو خجالت نمیکشی برای یک آدم دهن به روزه میگی سلام. بگیرم همی کامریتر به دهن تو دیرو کنم. مثل من وقتی گوشم میشه. نه مثل اینکه تو به گرم نمیفهمی. نیه تمام بچه ها قشنگ خود من بودم وقتی گرسنمه، مخصوصا اگر مثلا حالا به یه مناسبتی رستورانی باشی فست فودی باشی. نیاره نه تو رستوران کلا بسیار سخت تحمل اون مدت زمانی که میخواد غذا حاضر بشه. داری میبینی؟ خودت برداشت ست ست گفت دورمینو بکن به این صورت عجب برنامه ما واقعا قوی و اگر اشتخا شد نبود قطعا خندقن نبود و اصلا هر دوشون با هم. و اینکه چقدر این همکاری قشنگ بوده که همچنان با همن. آره امیدوارم هر کدومشون هم نیستن تو هر عرصه‌ای که هستن امسال جدید پر از موفقیت براشون باشه. و مرسی شما که تا اینجا با ما همراه بودید. دمتون گرمه قربون شکله. کلی چیز یاد گرفتیم و کلی حال کردیم. چرا اینا رو تو قسمت خودت نمیگی؟
تا تایمی که دارین چرا اینا رو نمیدین؟ عزیز ما تا یه ویدیو دیگه امیدوارم با ما همراه بوده باشی. قربون شکل ماهتون، ماچ به کله هاتون، تا ویدیوی بعد. بای بای. خدا نگهدار.